به نام خالق دوستی ها سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان خوب فرادرسی من خیام معروفی هستم کارشناس مهندسی نرم‌افزار و چندین سال هست که در زمینه طراحی سایت با وردپرس فعالیت می کنم. خیلی خوشحالم که این بار در فرادرس به این شکل در خدمت شما با پیاده سازی سیستم نوبت در وردپرس با استفاده از افزونه جت اپوینتمنت خواهم بود به صورت کلی در وردپرس افزونه ها بسیار زیادی رو داریم که برای ما میتونن نوبدهی رو پیاده سازی بکنن اما ما قصد داریم از افزونه جت اپوینتمنت استفاده بکنیم که توسط شرکت کروکو بلاک ارائه شده این شرکت افزونه های بسیار زیادی رو برای وردپرس ایجاد کرده که ما با سری جت اونها رو میشناسیم این شرکت برای نوبدهی اومده و دو تا افزونه رو ارائه کرده اولین افزونه افزونه جت بوکینگ هستش و مورد بعدی افزونه جت اپوینتمنت اما چرا یک شرکت اومده و دو تا افزونه نوبت دهی رو برای وردپرس ساخته و این دو افزونه چه تفاوتی با هم دیگه دارن میخوایم این مورد رو با هم دیگه بررسی بکنیم رزروها ها در وبسایت به صورت کلی به دو دسته تقسیم بندی میشن دسته اول رزرو هایی هستند که ما زمانشون رو کمتر از 24 ساعت میدونیم و به قول گفتنی به صورت ساعتی قابل رزرو هستند مورد دوم دسته هستند که نوبتها بیشتر از 24 ساعت برای ما طول میکشند و روزانه قابل رزرو هستند ما برای دسته اول از افزونه جت استفاده می کنیم و برای دسته دوم از افزونه جت بوکینگ باید استفاده بکنیم ما در این دوره قصد داریم از افزونه جت استفاده کنیم و سایت های رو بسازیم که نوبتهاشون کمتر از 24 ساعت یا همون به صورت ساعتی هستن. به صورت خلاصه یک سری از ویژگی های جت اپوینتمنت رو بیایید با هم دیگه بررسی بکنیم. اولین موردی که داریم بحث بروز بودن هستش. همونطور که گفتم این افزونه توسط شرکت پروکو بلاک یک شرکت بسیار فعال هستش ارائه شده و در زمین وردپرس این شرکت قوقای بسیار زیادی رو بفا کرده. پس ما از بروز بودن این افزونه مطمئن هستیم و این شرکت پشتیبانی خوبی از این افزونه داره مورد بعدی که داریم امکان ساخت انواع فرم های رزرو هستش که این افزونه به ما این امکان رو میده که انواع فرم ها رو با استفاده از قابلیت های فرم سازی که در اختیارمون قرار میده ایجاد بکنیم مورد بعدی که داریم هماهنگی این افزونه با صفحه سازهای معروف مثل المنتور و گوتنبرگ هستش در این دوره از افزونه المنتور ما استفاده خواهیم کرد مورد بعدی امکان ادغام با ووکامرس هستش که ما قصد داریم در این دوره این کار رو انجام بدیم و از سیستم پرداخت ووکامرس هم استفاده بکنیم مورد بعدی مدیریت آسان نوبت هاست که با پنل مدیریت خوبی که این افزونه در اختیار ما قرار میده میتونیم نوبت ها رو به شکل خیلی مناسب و آسان مدیریت بکنیم و از اونها استفاده کنیم مورد آخر قابل استفاده برای انواع سایت های نوبدهی هستش که این افزونه قابلیت استفاده در انواع وبسایت‌های های نوبدهی رو داره برای مثال ما میتونیم از این افزونه برای ساخت سایت های نوبدهی ها پزشکان مکانیک خودرو و هر کاری که به صورت ساعتی ارائه میشه میتونیم ازش استفاده بکنیم البته این افزونه ویژگی بسیار زیادی رو داره که ما صرفا به همین موارد بسنده میکنیم و نمی‌خوایم زیاد روی این موارد منور بدیم. توی جلسه بعدی به نصب و راه اندازی این افزونه میپردازیم. توی این جلسه وارد بخش عملی کارمون میشیم و شروع میکنیم به مراحل پیاده سازی سیستم نوبدهی در وردپرس رو با استفاده از افزونه جت Appointment. توی این جلسه به افزونه ها و پوسته مورد نیازمون میپردازیم و پست های خدمات رو با هم دیگه ایجاد خواهیم کرد بیایید به قسمت پیشخان وردپرس و از قسمت افزونه ها افزونه های نصب شده من چند تا افزونه رو نصب کردم که شما هم باید همین کار رو انجام بدید اولین موردی که حتما باید نصب باشه افزونه المنتور هست مورد بعدی افزونه المنتور پرو و افزونه جت انجین و ووکامرس هستن و مهمترین افزونه هم که داریم افزونه جت اپوینتمنت هستش البته این مورد بدون افزونه جت انجین کاری نمیکنه و افزونه جت انجین هم به المنتور وابسته است پوسته ای که ما نیاز داریم در وبسایتمون استفاده بکنیم حتما باید از المنتور پشتیبانی کاملی رو داشته باشه به صورت پیش زمانی که وردپرس رو نصب میکنیم قالبی مثل قالب 2024 نصب میشه که متاسفانه پشتیبانی خوبی رو از المنتور ندارن و من پیشنهاد میکنم حتما بعد از اینکه وردپرس رو نصب کردید از یک قالبی مثل قالب سرام المنتور که به صورت رایگان هم در مغزن وردپرس قابل دسترسی و دانلود هست استفاده بکنید اگر سایتتون الان آماده است و شما یک قالب فعال دارید حتما باید این نکته رو دقت بکنید که افزونه المنتور رو پشتیبانی بکنه نکته دیگری در رابطه با پوسته و افزون باقی نمیمونه میریم سراغ ساختن پستای برای ساختن پستای بعد از اینکه افزونه جت انجین رو فعال کردی تو این قسمت برای ما نمایش داده میشه زمانی که روش هاور میشم این منو برای من نمایش داده میشه و میخوام روی پست تایپ کلیک بکنم بعد از این کار این صفحه باز میشه و روی اضافه کردن جدید کلیک بکنید توی قسمت پست تایپ نیم ما باید نام پسته رو انتخاب بکنید. شما هر نام درخواهی رو میتونید برای این قسمت قرار بدید. میتونه فارسی باشه یا انگلیسی. من می نویسم سرویس ها و توی قسمت پست تایپ اسلاگ ما باید حتما به صورت انگلیسی این قسمت رو پر بکنید البته میتونه فارسی هم باشه ولی ممکنه بعدا به مشکل بر بخوریم پس پیشنهاد میکنم از همون ابتدا از انگلیسی استفاده کنید برای مورد من سرویسز رو وارد میکنم به این صورت و میان پایین تر توی قسمت لیبل ها این قسمت به صورت دلخواه هست و صرفا توی بخش پنل مدیریت برای ما میتونه جذاب باشه مثلا برای اضافه کردن جدید می نویسم اضافه کردن سرویس جدید توی این قسمت می نویسم سرویس برای این مورد همون اضافه کردن سرویس جدید رو وارد می کنم آیتم جدید هم به همین شکل و ویرایش آیتم هم می ویرایش سرویس مشاهده سرویس رو هم وارد می کنیم و این قسمت رو به خودتون واگذار می کنم میان و توی قسمت فیلد های متا فیلد متای جدید رو کلیک می کنم توی قسمت برچسب هست باید به صورت فارسی یا انگلیسی یک لیبلی رو برای متامون انتخاب بکنیم این مورد هم برای کاربر نمایش داده نمیشه صرفا داخل پیشخوان وردپرس ما اون رو مشاهده میکنیم و توی فراخونی ها میتونیم ازش استفاده کنیم توی قسمت برچسب من می نویسم نام خدمت یا نام سرویس و برای نام آیدی حتما باید به صورت انگلیسی واردش بکنیم می نویسم سرویس اندرلاین نیم آبژکت های روی فیلد باشه نوع فیلد هم می خواهیم متن باشه میان پایین تر این موارد زیاد لازم نیستن فیلد متر جدید رو اضافه می کنم. توی قسمت برچسب می نویسم تصویر سرویس توی قسمت نام آیدی همونطور که گفتم به صورت انگلیسی باید واردش بکنیم سرویس ایمیج رو وارد می کنم آبجکت های فیلد باشه و نوع فیلد حتما به صورت میدیام و ولیو فرمتش به صورت آرایی از میدیا آیدی و یو آر قرار بدید مورد دیگه باقی نمیمونه اگر بعدا لازم شد ما یک سری تغییرات رو اعمال خواهیم کرد. روی افزودن پست کلیک بکنید که این پست تایپ برای ما در قسمت منومون اضافه بشه پایین تر از جت انجین میبینیم که سرویس ها برای ما نمایش داده میشه و من اگر روی این قسمت کلیک بکنم وارد این صفحه خواهم شد همونطور که میبینید یک سری از لیبل هایی که تعیین کردیم این قسمت برای ما نمایش داده میشه روی اضافه کردن جدید کلیک میکنم که یک سرویس جدید رو به قسمت سرویس های خودم اضافه بکنم توی قسمت عنوان میتونم یک عنوان دلخواه رو قرار بدم مثلا مشاوره کودک رو من وارد میکنم این مورد رو کپی میکنم و میام پایین تر توی قسمت پیکر بندی برای نام سرویس اون رو قرار میدم توی قسمت توضیحات شما میتونید توضیحات دلخواه خودتون رو برای این سرویس بیاید و تایپ بکنید که صفحتون خالی نباشه بعدا توی جلسات بعدی قالب سرویس ها رو با هم طراحی خواهیم کرد و این مورد هم لازم میشه برای قسمت تصویر سرویس حتما سعی بکنید برای تمامی سرویساتون از یک سایز مشخص و استانداردی استفاده بکنید که بعدا به مشکل بر نخورید مثلا من قصد دارم برای سرویس های خودم برای تمامی تصاویرش بیام و از ابعاد 500 در 500 پیکسل که همون مربعی میشه استفاده بکنم من تصویر سرویس رو بعدا قرار میدم و یک سری از سرویس های دیگر رو اضافه خواهم کرد که سرویس هامون توی سایت به قدری باشه که بتونیم ازشون استفاده بکنیم روی انتشار کلیک می کنم که این سرویس برای من منتشر بشه و برمیگردم توی قسمت سرویس هام و روی نمایش کلیک می کنم خب همونطور که می بینید این قسمت برای ما میگه که صفحه پیدا نشد برای رفع این مشکل برمیگردم به قسمت پیشخوان و وارد قسمت تنظیمات و روی پیوندهای یک تا کلیک می کنم. ساختار پیوند یکتا رو حتما بذارید روی نام نوشته و یک بار این رو ذخیره تغییرات بزنید بعد از این کار اگر این سفر رو رفرش بکنم این قسمت هم برای من رفع میشه و همونطور که میبینید فقط ما عنوان خدمتمون رو وارد کردیم پس مورد بیشتری رو برای ما نمایش نمیده توی جلسه بعدی میریم سراغ راهندازی سریع افزونه جت اپوینتمنت توی این جلسه میخوایم بریم سراغ راهاندازی سریع افزونه جت اپوینتمنت و این رو با هم دیگه بررسی بکنیم. وارد پیشخان وردپرس بشید و بیایید به قسمت نوبت دهی و روی راهاندازی کلیک بکنید. دقت بکنید که ممکن این متن برای شما متفاوت باشه و بستگی به ترجمه‌ای داره که برای این افزونه ارائه شده و شما نصبش کردید. این هم به منبع دانلود افزونه برمیگرده و شما باید بهش دقت بکنید برای ما راه اندازی نوشته شده ممکنه برای شما راه اندازی سریع باشه یا ست آپ برای ما فرقی نداره و روش کلیک میکنیم تو این قسمت مشاهده میکنیم که ست برای ما باز میشه و چهار تا مرحله رو ما باید طی بکنیم مرحله اول مرحله انتخاب پوستایپ هستش که توی جلسه قبلی برای مثال ما اومدیم و پست تایپ سرویس ها رو ساختیم پس روی این قسمت کلیک میکنم و سرویس ها رو انتخاب میکنم توی قسمت پایین تر ارائه دهندگان رو مشاهده میکنیم که ما یک سرفصلی رو به این مورد اختصاص دادیم و میخوایم توی اون بخش به این مورد بپردازیم اما برای اینکه بتونید یک آشنای کلی رو پیدا بکنید و کاربردش رو بدونید این رو بهتون بگم که زمانی این مورد کاربرد داره که خدماتی که ارائه میکنیم به صورت فردی نیست و به صورت تیمی در حال انجام هستش مثلا ما یک تیم پزشکی در وبسایت داریم که خدمات رو ارائه میکنن اون زمان ما میاییم و ارائه دهندگان رو برای سایتمون فعال میکنیم مثلا برای بخش مشاوره یک شخصی رو قرار میدیم برای بخش دندان پزشکی یک پزشک و به همین ترتیب. اگر روی این قسمت کلیک بکنم پستای به ارائه دهندگان رو باید انتخاب بکنم که ما فعلا نساختیمش پس غیر فعالش میکنم و روی بعدی کلیک میکنم توی مرحله دوم ما جداول دیتابیس رو میتونیم اضافه بکنیم به صورت پیش چند تا جدول و ستون برای ما در نظر گرفته که اگر دقت بکنید مثلا یوزر آیدی یوزر و یوزر ایمیل رو مشاهده میکنیم برای مثال ما قصد داریم از کاربرمون شماره موبایل رو هم دریافت بکنیم روی ستون جدید دیتابیس کلیک میکنم و تو این قسمت مثلا یوزر فون رو وارد میکنم به این صورت و روی ستون جدید کلیک میکنم و این بار میخوام سن کاربر رو هم دریافت بکنم و داخل ستون یوزر ایج ذخیره بشه به این صورت شما به تعداد دلخواه میتونید این کار رو انجام بدید روی بعدی کلیک میکنم که وارد مرحله بعدی بشیم. الان ما توی مرحله سوم هستیم و باید ساعت کاری و روزهای تعطیل رو تنظیم بکنیم. قسمت اول فرمت زمان هستش که اگر روش کلیک بکنم شما میتونید فرمت‌های مختلفی رو برای زمان نمایشی برای کاربران در نظر بگیرید. مثلا مورد اول به این صورت هستش که 24 ساعت در نظر میگیره و مثلا 13 تا 14 رو برای کاربر میاد و نمایش میده مورد بعدی به صورت PM هستش که شما میتونید به درخواه این مورد رو تنظیم بکنید من روی همین مورد میذارم باقی بمونه توی قسمت بعدی ما نوع برنامه پست رو داریم که همون نحوه زمان بندی میشه و به صورت پیشفرض روی اسلات هست شما میتونید روی تکرار یا انتخابگر تاریخ هم قرار بدید که البته توی یک جلسه جدا ما این تا مورد رو بررسی میکنیم من فعلا میذارم روی اسلات باقی بمونه میان پایین تر و توی قسمت مدت زمان ما مدت زمانی که قصد داریم نوبتمون رو ارائه بدیم تنظیم میکنیم مثلا به صورت پیشفرز روی سی دقیقه هست شما به صورت درخواه و بسته به نیاز خودتون میتونید این زمان رو تنظیم بکنید مثلا میتونید یک ساعت و سی دقیقه تنظیم بکنید یا یک ساعت و 20 دقیقه یا کلا یک ساعت تنظیم بکنید که به این صورت نمایش داده میشه من قصد دارم روی چهر و پنج دقیقه تنظیم بکنم این مورد رو یا روی 40 دقیقه و برای من مناسبه البته توی خدمت ها شما میتونید بسته به نیاز خودتون برای اون خدمت مورد نظر این زمان رو دستکاری بکنید زمان بافر قبل و زمان بافر بعد رو برای قسمت های بعدی میبینیم که تو این قسمت برای ما قرار داده این مورد چی هستش ببینید زمان بافر همون زمانی هستش که ما برای استراحت میتونیم در نظر بگیریم زمان استراحت قبل یعنی قبل از اون نوبت ما چند دقیقه میتونیم استراحت بکنیم و زمان بافر بعد زمان بعد از نوبت هستش که اگر هر کدوم رو روی پنج دقیقه تنظیم بکنم به صورت مجموع ده دقیقه به استراحت ما خواهیم پرداخت و این زمان ها دیگه قابل رزرو نخواهند بود زمان قفل شده قبل رو داریم ببینید ما به صورت کلی زمانی که تعیین می کنیم مثلا از ساعت 12 تا 6 قصد داریم خدماتمون رو ارائه بکنیم خود سیستم میاد و بر اساس مدت زمان نوبت ها و زمان استراحتی که در نظر می گیریم تایم ها رو دسته بندی میکنه و یک زمانی در انتهای کار باقی میمونه مثلا برای زمان قف شده میگیم که اگر کمتر از 20 دقیقه باقی مونده بود دیگه این زمان قابل رزرو شدن نباشه یا مثلا کمتر از 30 دقیقه باقی مونده بود دیگه این نوبت قابل رزرو نباشه این رو هم به صورت عملی بهتون نمایش میدم که چه کاربردی خواهد داشت رزرو چنگانا رو توی قسمت پایین مشاهده میکنیم این قسمت هم توضیح این قسمت رو میبینیم مشتری میتونه چندین نوبت رو در زمان ها و روزهای مختلف رزرو بکنه اگر ما این تیک رو فعال بکنیم زمانی که این تیک فعال میشه تعداد اسلات به صورت حداقل و حد اکثری رو میتونیم تعیین بکنیم که حداقل یک اسلات و حداکثر مثلا 5 تا اسلات رو برای کاربر بیاد و در نظر بگیره من این مورد رو غیر فعال میکنم توی قسمت پایینتر ساعت کاری رو مشاهده میکنیم چون این افزونه توسط خارجی ها ارائه شده از دوشنبه شروع شده و به قسمت پایین تر شنبه و یکشنبه رو مشاهده می کنیم. برای مواردی که در نظر گرفته مثلا برای روز دوشنبه از ساعت 8 تا ساعت 17 قابل رزرو هستش نوبت همون و ما میتونیم این مورد رو ویرایش بکنیم مثلا از ساعت 12 من میخوام قابل رزرو باشه از 12 و 30 تا ساعت 17 و روی ذخیره کلیک میکنم میتونیم این نوبت رو حذف بکنیم و یک بخش جدید رو خودمون اضافه بکنیم مثلا از ساعت 14 تا ساعت 16 قصد داریم نوبت هامون رو ارائه بدیم به این صورت و روی ذخیره کلیک میکنم علاوه بر این کار ما میتونیم چند تا اسلات رو برای این قسمت در نظر بگیریم مثلا من اگر روی افزودن کلیک بکنم میخوام از ساعت 8 صبح یا 8.30 تا ساعت دوازده خدمات قابل رزرو باشن برای روز دوشنبه پس روز دوشنبه میشه از ساعت هشت و سی تا 12 و بعدش نهار و استراحت رو داریم و از ساعت 14 تا 16 میاد و مجددا کاربر میتونه نوبت رو رزرو بکنه برای موارد بعدی بسته به نیاز و کاربردی که براتون داره میتونید این موارد رو تعیین و اصلاح بکنید من جمعه رو حذف میکنم که نوبتی قابل رزرو نباشه و برای شنبه یک اسلاتی رو در نظر میگیرم مثلا از ساعت ده تا ساعت چهارده به این صورت و روی ذخیره کلیک میکنم برای جمعه و روز یک شنبه من هیچ موردی رو تعیین نمی کنم و این موارد داخل تقویم زمانی که برای کار برنامه شده میشه غیر قابل رزرو خواهند بود که با هم دیگه توی جلسات بعدی حتما بررسیش رو انجام خواهیم دار. یه قسمت روزهای بسته روزهایی که قصد دارید خارج از این ساعت کاری که تنظیم کردید نوبت ها قابل رزرو نباشن میتونید این قسمت تعیینشون بکنید. مثلا تعطیلی رسمی داریم برای عید نوروز یا تعطیلی های دیگه شما شناساییشون میکنید و اون روزها رو داخل این قسمت انتخاب میکنید و دیگه اون روزها قابل رزرو نخواهند بود که از قسمت افزودن روزها میتونید این کار رو انجام بدید. داخل قسمت روزهای کاری ما میتونیم خارج از این ساعت کاری که تنظیم کردیم بیاییم و مثلا روز جمعه خدماتی رو ارائه بدیم. برای این کار باید تاریخش رو داخل قسمت افزودن روزها انتخاب بکنیم که اون تاریخ برای ما در هر صورت قابل رزرو باشه. پس روزهای بسته و روزهای کاری برای خارج از این ساعت کاری برای ما کاربرد دارن. روی بعدی کلیک میکنم و به مرحله آخر می رسیم. یه مرحله آخر بخش اول مشاهده میکنیم که ادغام با ووکامرس رو داریم که همونطور که توی جلسه قبلی هم بهتون گفتم برای استفاده از سیستم پرداخت ووکامرس ما میایم از این مورد استفاده میکنیم اگر ووکامرس در سایت شما فعال نباشه تو این قسمت یک خطایی رو بهتون میده که ووکامرس رو نصب بکنید چون ما نصبش داریم این قسمت رو به خوبی برای ما نمایش میده اگر روی این قسمت کلیک بکنم یک بخش جدید برای من نمایش داده میشه که اون هم هنگام سازی سفارشات ووکامرس به صورت دو طرفه هستش که این رو هم به صورت عملی توی جلسات مربوط به بحث نوبت ها با همدیگه بررسی میکنیم و کاربردش رو بهتون میگم بهتره که این تیکش فعال باشه که بعدا در زمان خودش توضیحات لازم رو خدمتون ارز بکنم دو تا مورد بعدی که داریم برای ما یک فرم خدمات واحد و یک فرم رزرو ثابت رو در صورتی که فعال باشن برای ما ایجاد میکنن اگر تیکشون فعال هم نباشه ما خودمون میتونیم این فرم ها رو ایجاد بکنیم اما برای اینکه کارمون سریعتر پیش بره حتما سعی بکنید این تیک ها رو فعال بکنیم. قسمت پایین تر ایجاد یک فرم در جت Forms یا جت فرم بیلدر اگر با جت انجین کار کرده باشید میدونید که جت فرمیلر بیلدر یکی از افزونه های شرکت کروکوبلاک هستش و شما میتونید اون رو نصب بکنید و از این مورد هم استفاده کنید اما برای اینکه جلوگیری بکنیم از نصب متعدد افزونه ها سعی بکنید از این مورد استفاده بکنید که از خود فرم ساز جت انجین و استفاده میکنید و در نهایت ما روی پایان کلیک میکنیم که این تنظیمات برای ما ذخیره بشن توی قسمت انتهایی به ما تبریک میگه و میگه که ادغام با ووکامر فعال هست و یک محصولی رو هم به صورت تستی برای ما ایجاد کرده فرم های مربوط به رزرو خدمات واحد و رزرو خدمات ثابت رو برای ما توی قسمت مشاهده میکنیم که البته قابل ویرایش هم نیستن که بهتون میگم مشکلش کجاست و در نهایت ما میتونیم برگردیم به تنظیمات افزونه اگر برگردیم به قسمت راه اندازی مشاهده میکنیم که این قسمت به این صورت برای ما نمایش داده میشه و صرفا میتونیم تنظیماتی که انجام دادیم رو ریست بکنیم توی قسمت جنرال ستینگ این قسمت اگر دقت بکنید پست خدماتی که انتخاب کردیم توی این قسمت برای ما ست نشده این مشکل رو ما در بخش ست آب داریم متاسفانه و هنوز آپدیتی ارائه نشده که این مشکل رو حل کرده باشم پس حتما روی این قسمت کلیک بکنید و مجددا سرویس ها رو انتخاب بکنید زمانی که ارائه دهندگان رو هم وارد کردیم حتما به این مورد دقت داشته باشید همونطور که میبینید ادغام با ووکامرس از این قسمت قابل ویرایش است و شما میتونید غیر فعال یا فعالش بکنید برای فعال سازی بخش فرم ها هم بیایید به قسمت جت انجین و روی قسمت فرم ها کلیک بکنید که البته به صورت پیش هم فعال هستش. من من برمیگردم به قسمت جت انجین و اگر بخش فرم ها رو مشاهده نکردید حتما این تیک رو فعال بکنید توی جلسه بعدی ادامه کارمون رو انجام خواهیم داد در این جلسه قصد داریم با هم دیگه یک تمپلیتی رو برای خدمات واحد ایجاد بکنیم و فرم رزرو خدمات واحد رو برای کاربران نمایش بدیم. من توی صفحه اصلی اومدم و لیست خدمات برای کاربر نمایش دادم که به این شکل کاربر میتونه خدماتی که در سایت ارائه میدیم رو مشاهده بکنه حدود پنج تا خدمت من اضافه کردم که هر کدوم تصویر با سایز مربعی و عنوان و توضیحات رو داره من اگر روی یکی از این موارد کلیک بکنم وارد صفحه میشم که میتونم جزئیات این خدمت رو ببینم به عنوان یک کاربر اما همونطور که میبینید اصلا دیزاین مناسبی رو در این قسمت ما مشاهده نمی کنیم و ایراد بسیار بزرگی هستش اولین ایرادی که داره ایراد استایل هستش که اصلا استایل خوبی نداره فقط میبینیم که یک فونتی رو گرفته و بعد از اون مثلا تصویر به نمایش در نیومده و همچنین ما قصد داریم زمانی که کاربر وارد یکی از خدمات میشه یا هر کدوم از خدمات رو انتخاب میکنه بتونه برای اون خدمت نوبت رو رزرو بکنه و کار خودش رو انجام بده چون سایتی که پیاده سازی میکنیم سایت نوبتی هستش و این امکان لازمه پس نیاز هستش که ما بیایم و یک قالبی رو برای صفحات سرویس ها ایجاد بکنیم برای این کار وارد وردپرس بشید و بیایید به قسمت قالب ها قالب های ذخیره شده رو کلیک بکنید و افزودن قالب جدید رو بزنید تو این قسمت نوع قالب رو روی پست تکی انتخاب کنید